هر از چنگاهی خبری از افتتاح یک شبکه ماهواره شیعی با هدف نشر علوم و معارف اهل بیت اسمت و تعالی علیهم السلام به گوش می رسد. این گونه خبرها علاوه بر ایجاد خوشحالی و سرور در میان محبان اهل بیت فرصتی را ایجاد و همدلی و همگرایی میان شیعیان در کشورهای مختلف دنیا و برقراری ارتباط رسانه مؤثر میان آنان به وجود آورده و باعث می شود در بزنگاه هایی که به دلیل حجمه بدخواهان دفاع از حریم اهل در سطح جهانی ضروری می شود در اقدامی هماهنگ این رسالت مهم برای آگاهی جهانیان به شکلی پرقدرت و هماهنگ و تاثیرگذار صورت پذیرد همکارم میلاد شادمان گزارش می دهد مرجع عالی قدر آیت الله الازما سید صادق حسینی شیرازی و پیش از ایشان برادر بزرگوارشان مرحوم آیت الله الازما سید محمد حسینی شیرازی رحمت الله علیه همواره بر اهمیت فعالیت رسانه‌ای و لزوم توجه شیعیان و پیروان اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام نسبت به نشر علوم و معارف دینی از طریق شبکه های ای تأکید کردند اما هر یه دونه فضائیه که عقیده صالحه اخلاق صالحه احکام صحیحه منتشر کنه به قدر خودش اثر و الان داره تو دنیا اثر میکنه بر همین اساس مرجعیت عالیقدر و برادر بزرگوارشان در جلسات و سخنانی های مختلف شیعیان را به راه اندازی هرچه بیشتر شبکه های شیعی دعوت نمودند. از راه اندازی شبکه سلام به عنوان اولین شبکه ماهوارهای شیعی فارسی زبان و شبکه الانوار به عنوان اولین شبکه ماهوارهای شیعی به زبان عربی توسط جمعی از ارادتمندان و مقلدین آیت الله العظمی شیرازی نزدیک به دو دهه میگذرد. و از آن ایام تا کنون ده ها شبکه ماهواره شیعی به زبان های مختلف در سراسر جهان راه اندازی شده است پس از آنها مجموع رسانه امام حسین علیه السلام نیز در همین راستا تأسیس گردید پانزده سال پیش آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی به برخی از جوانان شیعه علاقمند و فعال در عرصه رسانه توصیه فرمودند بدون فوت وقت و در سریع ترین زمان ممکن رسانه این ای. آن هم با نام مقدس امام حسین علیه السلام در راه دفاع از حریم اهل بیت علیه السلام و نشر معارف اطرت طاهره تأسیس نمایند. این توصیه با پیگیری های مستمر به عمل آمده و تلاش های شبان روزی توسط جوانان فعال و علاقه یاد شده نهایتا عملی گردید و این شبکه ابتدا با پخش برنامه های خود به زبان فارسی در سوم شبان 1430 هجری قمری فعالیت خود را آغاز نموده و پس از آن نیز به زبان های عربی، انگلیسی، اردو و ترکی با شش شبکه و یک خبرگزاری اختصاصی کنون به فعالیت خود ادامه داده است اما از آن پس نیز هرچه که زمان پیش می رود و مردم سراسر جهان بیش از پیش به تکنولوژی و رسانه های تصویری و به ویژه شبکه های ماهوارعی وابسته تر می شوند بر دامنه فعالیت شیعیان اهل بیت علیه السلام در مسیر نشر معارف دینی نیز افزوده می شود شبکه هایی که اخیرا توسط شیعیان راه اندازی شدند عبارتند از مجموعه شبکه های الوعی و شیرازی و دو شبکه ماهوارهای شیعیان اروپا و مهدوی که همزمان با ایام ولادت منجی عالم بشریت حضرت صاحب الاسر و زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در سال جاری راه اندازی شدند لازم به ذکر است برخی از شبکه های ماهواره و شیرازی عبارتند از شبکه ماهواره شور شبکه ماهواره رقیه سیده البهرانی الکویتاوی الحجاز البصره الدیوانیه الکوت و شبکه ماهواره زیقار گفتنیست است تمامی این شبکه های توسط مقلدین آیت الله الازما سید صادق شیرازی راه اندازی شدند مجموعه رسانه ای امام حسین علیه السلام نیز همینک پس از 15 سال تلاش موثر افتخار داشته که با تولید برنامه های مفید در مسیر نشر معارف اهل بیت تا کنون گام های محکم و موثری بردارد و در آینده هم مصمم است با تولید برنامه های مفیدتر و موثرتر در انتقال این مفاهیم و حقایق دینی به سراسر جهان تمام تلاش خیش را به کار بندد. اما از آنجایی که این مجموعه رسانهای برای حفظ استقلال خود از حکومتها بر حمایتهای مالی مردمی تأکید داشته ادامه این مسیر نیز با کمکهای مادی و معنوی حامیان مالی ممکن خواهد بود میلاد شادمان خبرگزاری اخبار شیه